از بدترین و بیشترین اتفاقاتی که واسه هر دو شخص سواره میفته و ممکنه بیفته شکستن شانژمان های عقبه که همونطور که ناکن این قسمت پارویی در صورت تنظیم نبودن دنده میاد لای سیمپر را قرار میگیره و با چرخیدن توقه یا ویلست عقبتون خیلی راحت باعث میشه که این پارویی از شانژمانتون جدا بشه توی شانژمان های رده بالا احتمال شکستن به مراتب کمتره ولی دلیل بر نمیشه که هم کج نشه این پاروی طبیعتاً که دبید نگاه میکنید توی های رد بالا مثل سریای اسرم از کربن دارن استفاده میکنن و متاسفانه توی سری های ایکس تی از آلومینیوم و بعضی از مدل ها از استیل دارن استفاده میکنن هر مدلش باشه این پاروی ورقه ممکنه کج باشه، این پاروی هم کج بشه صاف کردنش دیگه درست نیست چون هر کاری کنید سر توی سیستم دندتون میندازه این قسمت رو نگاه کنید دوستان شانژمون فیکه خب دارید میبینید حالا همه خورده شیمانو اینه ولی متاسفانه داخل بازار ما از این شانژمان های فکر زیاد هست که شکستن شانژمان های فکر خیلی بیشتر اتفاق میفته چرا چون زودم من تنظیم دنده خارج میشم و به پرایکی گیر میکنه حالا میخوام بریم یه نمونه دیگه از خودش رو براش نصب کنیم به این مدل شانژمان ها خاصی تهیه کنید داخل بازار این مدل شانژمان هایی که این قسمتشون سوراخ داره بهشون حالت گوشواره میگن یا نرم بازار بهشون حلزونی هم میگن دو یه سری از دوشخ های قدیمی هستن که از های مهردار استفاده میکنن از شانژمان های چنگکی استفاده میکنن که این شانژمان میره زیر چنگک قایم میشه و با مهره سفت میشه که توی دوشخ های فوق پایین رده دیگه نصب خیلی قدیمی ولی ما اینو که میخوایم برای نصب کنیم خیلی ساده میایم این قسمت نصفش میکنیم حالا یه نکته رو که میخوام بهتون میگم خیلی از دوستان رعایت نمیکنن اکثر دوستان این شکلی شانژما رو نصف میکنن ولی خب اطلاع ندارن که این قسمت از شانجمان اینجا رو نکن دوستان یه دونه زائده پله شکل داره خب که این زائده پله شکل میاد پشت پله این قرار میگیره این شکلی یعنی اگر اون موقع وقتی شما دارید پیچ رو صفر میکنه این زائده ها به هم دیگه برخورد میکنن و از جلو اومدن بیش از حد شانجمان جلو گیری میکنه خب این پله میره پشت اون مخفی میشه و به عبارتی خودش رو مهار میکنه ما شروع میکنیم به بستن شانجمان وقتی که دنده رو دنده نندازید به همین سادگی سفت میشه ولی وقتی دنده رو دنده بندازید این پیچ پوس میکنن تا صفر حالا دقت کنید من اون پیچ زامن رو انداختم پشت پل این شانژمون به هیچ عنوان دیگه به خود رو برخورد نمیکنه ولی دوستانی که میان این رو در این حالت صاف قرار میدن هر کارش میکنن تنظیم دندی درست حسابی از این دو شاخه نمیتونن داشته باشن سیم رو هم که قبلا داخل ویدیوی قبلی تعویز سیم رو گفته بودم گذاشتم من سعی میکنم این ویدیو خیلی خلاصه تر شه اینجا ما آچار نه داریم این سیم رو فعلا همینجوری نصب میکنیم من این سیم رو نصب کنم دلیل بر تنظیم دندهش نیست بعدا باید دوباره شروع ترش کنیم که بارها و بارها گفتم مهم در قسمت تنظیم دنده این مهره یا این پیچ ها نیست مهم این قسمت تنظیم دنده دوستان این پیچ ریگلاژ هست که باعث میشه سیمتون شلتر یا سفتتر بشه و تنظیم دنده خیلی خیلی دقیقتری داشته باشید حالا ما میخوایم زنجیر رو باز کنیم و توی اون قسمت بندازیم ببین دو های پایین رده این قطعه که شما در اینجا میبینید خب این بسته زنجیره خب دو پایین پایین رده که این بسته زنجیر رو ندارن بازم کلیپش رو قبلا گذاشتیم که تو دیسکریپشن براتون لینکش رو می‌ذارم می‌تونید ببینید شما یه دونه این پین ها رو اتفاقی انتخاب میکنید و دقیقا عین ساعت سازا ای اون دستگاه ساعت سازم خیلی بالا همین دستگاه رو دارم شما با این پین رو که فشار میدی این پین رو از زنجیر خارج میکنه ولی خب دوستانی که اتصال زنجیر رو دارن یا میتونن دوتا تا سیم مفتول رد کنن از این قسمت به این سه قسمت انقدر بچرخونن که این دوتا به هم دیگه نزدیک بشن یا میتونم با یه ضربه چکش که قبلا هم کلی پیش گذاشتم لینک اونم تو دیسکریپشن براتون می میذارم میتونید به این قسمت لبی پشتی یه ضربه وارد کنید و این آزاد بشه ولی خب دوستان که این ابزار رو دارن و میخوان اصولی کار کنن میتونن از این ابزار استفاده کنن خب دوستان این بسته که شما دارید اینجا میبینید این بستی بود که ما از روی زنجیر باز کردیم این بسته مراتب خیلی قدیمی تره و کار کردن باش سخته این تقریبا با بندرسید دور یکی از بسته که نمونه های که داخل بازار داره میاد و کشویی این مدل بسته ها هست که شما اینطوری که دارید نگاه میکنید من داخلش رو باز میکنم این بسته کاملا کشویی و دقیق داخل همدیگه جا میره فقط حواستون باشه اگه خواستین این بست رو تهیه کنید چه این بست برای سه 4 با بازو بسته کردنش طبیعتا هرز میشه حواستون باشه میرید داخل بازار بگید سیستمتون چندنده است 6 7 8 بستشون به هم دیگه میخوره 9 سرعت بستشون این مدلی که این قسمت زره 9 ناکنید روی هر بستی زده 10 سرعت 11 سرعت 12 سرعت هم همینطور روی هر کدومشون یه نظره حواستون باشه دوستان اگه بست 10 سرعت 11 سرعت بهتون بدن به هیچ شما نمیتونید روی 9 سرعت یا 8 سرعت بخورونیدش چون فاصله پیناشون به مراتب کمتره و خیلی اذیت میشه دید. دو آسیب جدی میبینه ولی از اونجایی که خیلی از دوستان به این بحثا دسترسی ندارن من کار کردم با آچار و زنجیر رو, رو این سیستم به شما یاد میدم خب دوستان ما اون بستی که باز کردیم اینجا رو که شما دقت کنید ما اینجا دو تا نری داریم خب که داخل هم دیگه رفتن یکیشو باید یه این پین ها رو باز کنیم که این بیاد جای این قرار بگیره و پین رو سفت کنیم قبلا آموزشش رو براتون گذاشتم من میام چیکار میکنم میام یکی از این دوتا رو انتخاب میکنم فقط حواستون باشه من اگه بخوام پین این رو در بیارم این زنجیر دیگه سخت میشه بتونم از لایه پا ردشون کنم پس میام پین این یکی رو انتخاب میکنم مادگی رو میذارم این سمت خیلی ساده این در دقت کردید این بسته اضافه وسط یا همون نری وسط این دوتا داخل همدیگه به این حالت خورونده میشه شم. و شما میتونید با انبردستی یا انبار قفلی این رو به هم سفر و در راحت با آچار زنجیر دقیق پرسیش کنید برای اینجا میخوام آموزش عبور دادن زنجیر از شانژمان رو به شما یاد بدم این شانژمان رو به این صورت میگیرید دوستان این قسمت ما یه زائده داریم این زایده که این قسمت هست ما زنجیر باید از پشت این زایده قبلا میگم بارها بارها گفتم تو ویدیوهای قبلی زنجیر میاد از پشت این زایده عبور میکنه دقیقا به همین صورت که موقعی که میخواد به چرخه هیچ مشکلی واسه زنجیر رخ نده خیلی دوستان میان از روی این زایده ردش میکنن و کاملا اشتباه و متاسفه از عمر زنجیرتون به شدت کم میشه و به همین صورت دقیقا مثل همون کاری که ساعت سازه میکنن پین رو سر جاش دوباره فشار میدیم خیلی ساده بعد که شما میچرخونید میبینید کلا داره سالم حرکت میکنه الان این سر و صداش یکی اینکه گوشواره کت شده خب و شانجمان داره اوری حرکت میکنه که متاسفانه زنجی داره پارویی برخورد میکنه این سرسره بیشتر برای همینه که شما میتونید با گرفتن انبر قفلی یا انبر دست به نحوی این شانجمان رو تا حدودی سر جش قرار بدی و اینکه ما این قسمت رو شما میتونید یه انبر قفلی یا انبر دست بذارید زیر گوشواره و گوشواره رو صاف کنید سیستم تنظیم دنده و اینا رو که بارها و بارها, و بارها مختلفی داخلش گذاشتم که توی دیسکریپشن هست میتونید برید کامل ببینید که سیم چجوری وصل میشه و تنظیم دنده بشه صورته که من اینجا دیگه بیش از این توضیح نمیدم کاملش اونجا میتونید شما ببینید بعدش رو به نحو احسن تنظیم دنده کنید تا ویدیو بعدی بدون